چمتال یکی از ولسوالی‌های ولایت بلخ است که در حدود 30 کیلومتری شهر مزار شریف واقع شده است. در این ولسوالی که بیش از 100 قریه در آن شامل است، اقوام متعددی در کنار همدیگر برادروار زندگی می‌کنند که شامل پشتون‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها، عرب‌ها، تاجیک‌ها و ترکمن‌ها می‌شود. هر سال ماه محرم و ایام عزاداری آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، سرور و سالار شهیدان عالم، بر وحدت و انسجام ساکنان این ولسوالی اهم از شیعیان و مذاهب اهل سنت می افزاید. ایشان در کنار یک دیگر برادروار در مراسم های عزاداری امام حسین علیه السلام اشتراک می کنند. عبدالواحد فولادی، خطیب نماز جمعه ولسوالی چمتال، میگوید که هر ساله در ایام محرم مردم به برپایی مراسم های عزاداری سرور و سالار شهیدان عالم حضرت امام حسین علیه السلام میپردازند. در ولسوالی چمتال مردم قریجات بسیار دیندار و متدین، عاشق و شفته خاندان پیامبر هستند. دیگه قبل از این که ماه محرم فرا برسه، آمادگی خود مؤمنین برای عزاداری میگیره. دیگه از اول سال یا پیش مدت ها پیش برای نظر و نظرات از ماه محرم نظر تهیه میکنه، گوسفند را آماده میکنه، نگهداری میکنه و مشهور است به نام نظر امام. و همینطور آغاز میشه محرم با ذکر مصیبت و عزاداری و مداحی و نظر و نظرات و خیرات. بدن قاسم آور کنار بدن علی اکبرش گذاشت، خودش نشست بین ای دو بدن، یک نگاه به بدن جوانش علی بابا، یک نگاه به بدن قاسم، یادگار برادرم. هر سال پیش از فرا رسیدن ایام محرم جلسه مشورتی بزرگی در این ولسوالی برپا می شود که از تمامی قریه های این ولسوالی مردم در آن اشتراک می کنند. در این جلسه علما و روحانیون اهم از شیعه و سنی و نیز مسئولین بلندپایه امارت اسلامی افغانستان در آن اشتراک می کنند و بر همبستگی و وحدت مردم تأکید می کند. یکی از اهداف قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام ایجاد وحدت است بین مسلمان ها، بین اونهایی که ایمانی به خدا دارند، بین اونهایی که ایمان به رسالت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دارند، که اینها با هم برادر بشوند و برابر بشوند و عمل بکنن به این آیه کریمه قرآنی که خداوند تبارک و تعالی فرموده: و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا لئن شکرتم لأزیدنکم و این کفرتم این عذابی لشدید. میگه شما به شما که یک نعمت داده شوه و مسلمانه خطاب است، با مسلمان تعلیم است، یعنی با شما که خودم نعمت داده شوه از طرف خودمون جلالهو، اگر شما نعمتی، اگر شکر نعمتی خودمون جلالهو شما ادا بکنی، ما میگه این نعمت اضافه تر میکنی. هر که میخواهد بر محبوب ترین اهل زمین نزد آسمانیان نگاه کند، پس به حسینم بنگرد. این مقام، مقام نواده پیامبر بزرگ اسلام است. خاطر مراسم آقا ابا عبدالله الحسین، انشاءالله بخیر امروز روزی چیه که سرشته کنیم، بخیر در محرم خوب سه برگزار کنیم. بخاطر از امی مردم جمع کردیم اینجا، سرشته کردیم که بخیر همین در روز بخیر عزاداری کنیم. اما ساله که از اینجا طبق معمول نظر و خیرات که میکنن، اما از بچه های اینجا ما خوشلاغ ماست، از مردم اهل تسنون هم این امرای ما بچه ها در خیرات، در نوحه خانی، در سینزنی، در بخش امنیت، در کل بخش ها امرای ما همکار هستن. اما ساله بچه ها اینجا شما طبق
شما خو میبینید در تصویر اینجا نصف مردم به حساب مردم اهل تسنن است دیگه. این امنیت و کل چیزای ما که است انشاءالله تامین است. تمامی اقشار جامعه و به خصوص برادران اهل سنت نیز در این مراسم ها حضور پرشور دارند و با عشق و علاقه‌ای که به اهل بیت پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دارند، معتقدند که اهل بیت و امام حسین به تمامی دنیای اسلام تعلق دارند. عاشورای حسینی تعلق به یک مذهب، به یک نژاد، به یک زبان ندارد. عزای حسینی تعلق به جهان اسلام دارد، همونطوری که در قرآن ثابت ساخته ایره. امام حسین کسی هستند که جانهای شیرین خود و در راه اسلام فدا ساختند و اسلام از آدرس اینا به تمام جهان اسلام به میراث مانده. یک گلگوی بود که گلگوی وحدت و اتحاد و اتفاق وحدت در بین تمام اقوام تمام جهان اسلام به میراث باقی مانده. برادر اهل سنت خیلی برنامه‌شان خوب و وسیع بود در تمام قرجات از اینا روز عاشورا نظر و نظرات به مناسبت شهادت نواسه پیامبر ادامه داشت. ما در چندین سال حتی در میتک خانه قریب بایتیمور اولسالی چمتال در کنار مردم خود در نظرات از اینا سهیم بودیم و سهیم هستیم. در تکیه های دیگر در مراسمش میریم شرکت میکنیم. مراسم تنها با یک قوم و با یک مذهب تعلق نداره، بر تمام جهان اسلام تعلق داره. ما در این مراسم ها شرکت میکنیم، در این مراسم میریم، دید و بازدید میکنیم، تا نظر میکنیم، خیرات میکنیم، وظیفه خود میدانیم. عاشورا و عزاداری امام حسین یک مکتب است. چی فرق میکنه که اهل تسنن شرکت کنند یا اهل تشیع شرکت کنند؟ عاشورا تنها ایتو نیست که همین 13 روز محرم با حساب ما تقدیر کنیم. عاشورا بلکه یک مکتب است. چی فرق میکنه که تسنن باشه یا تشیع باشه؟ هر کس که در این مکتب شرکت کنن حتما یک چیز را میآموزن، حتما یک چیز را یک نتیجه میگیرن. از جمله ما یکی از شخصیت های چی داشتیم که در چمتال از برادران اهل سنت بود به نام دکتر صاحب شهید محمد اعظم. دکتر اعظم شهید که او چند سال قبل شهید شد و همه ساله در ماه محرم نظر و نظرات می گرفت، یک مجلس عمومی می گرفت، کل خرجات ما را مؤمنین طلب می کرد، از خودشان برادران اهل سنت هم از خرجات طلب می کرد، مجلس سخنرانی ذکر مصیبت برگزار میکرد در قریهشان که هم اکنون او که شهید شده فرزند از او باقی مانده به نام دانش حسین نامش مانده. دانش حسین که از لحاظ مذهبی اهل سنت است، با علاقه‌ای که به اهل بیت و مکتب انسانساز امام حسین علیه السلام دارد، هر ساله به صورت پرشور در این عزاداری ها که در جای جای این ولسوالی برگزار می گردد اقدام به خوانش نوحه های سینه زنی می کند. دانش حسین هم مثل پدرش عاشق و شفته خاندان پیامبر است و محبت به خاندان پیامبر دارد. در محافل عمومی که به مناسبت عزاداری امام حسین گرفته میشه، تقریبا 3 سال پیش هم در این مکان مقدس این محافل عمومی در حد 22 قریه و همینطور برادران اهل سنت از همسایه های ما در همین مکان مقدس برگزار شده بود. دانش حسین ما دعوت کرده بودیم، در اینجا تشریف آوردک، در اینجا نوحه سرایی کرد، نوحه خواند. زمانی که پدریم خدا بیامرز حیات داشتن و زنده بودن و بعد از عروسیشان در خانه از یا فرزند پسر به دنیا نمی آمدن، بیشک خداوند جل جلاله می فرماید که این اکرمکم عند الله اتقاکم، و تحقیق بهترین شما در نزد پروردگار با تقواترین شماست. و ما در سوره فاتحه هم می خوانیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ما تنها تو را می پرسیم و تنها از تو می خواهیم. بنابر همین دلیل هر انسان آرزو داره که بعد از عروسی صاحب فرزندان پسر و دختر شود و هم پسر و هم دختر عزیز است به خانواده. اما زمانی که بعد از عروسی در خانه ما 5 فرزند دختر به دنیا می آید و پسر به دنیا نمی آید، بالاخره همو آیه قرآن شریف می آید که یکن عبد و یکن استعین، و
پدر امام ما از یک فامیل مذهبی هستیم، از یک فامیل دین دوست هستیم الحمدلله، و به دین و به خدا متواصل میشن که و راه صدقه و راه نذرات پیش میگیرن و سالانه هر سال در ماه رمضان در مساجد و در ماه محرم در تکیه خانه ها صدقات و قربانی ها را انجام میتن و خداوند دعای خیرشان را قبول میکنه و بعد از او صاحب سه فرزند پسر میشن. و بنابر علاقه که پدرم به قوم اهل تشیع داشت و با اونا رفاقت و دوستی و صمیمیت بسیار داشتن و دوستایشان در قوم و در چیز زیاد بودن دیگه، نامای ما را میمانند به این مردم که بیاین شما نامگذاری کنین. و حسین رضی الله عنه که نام نواسه پیامبر ماست، به او خاطر نام ما را با دانش حسین نامگذاری میکنن که دانش نامش از حسینم به خاطر که نواسه پیامبر بزرگوار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می باشه نامگذاری میکنن. دانش حسین ما دعوت کرده بودیم در اینجا تشریف آورده، در اینجا نوحه سرایی کرد، نوحه خوان و دیگه سینه زنا و مؤمنین سینه زدن. هنوز به یاد ما هست که نوحه حضرت علی اصغر در اینجا خواندن. این نوحه را ما خواند و از این نوحه خیلی دوستا و رفقای ما استقبال کردن و بزرگا خیلی استقبال کردن و این نوحه را خیلی ما را تشویق کردن که نوحه خوبی بود و خیلی اونجا مردم هم زیاد بودن، از تمام ولسوالی چمتال مردم آمده بودن، از تمام اقوام هم بودن، تنها نه تنها قوم اهل تشیع و قوم هزاره نبود، قوم پشتون هم اونجا بودن، قوم تاجیک هم بودن، از قوم ترکمن هم بودن، از قوم عرب هم بودن، تمام قومایی که در ولسوالی چمتال سکونت داره و در ولسوالی چمتال زندگی میکنه اونجا آمده بودن و خیلی یک مجلس بزرگ بود. ذکر نوحه لا اله الا علی اصغر، 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 یا دعا کن جان دهم مرغ که سر کندم، یا مکن با خنده ات بیش از این شرمنده ام، ای گل من بلبل من، لا اله الا علی اصغر، 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 لا اله الا علی برگشت مرا بست عشق مادرت، با چه روی گویمش این تو و این اصغرت، ای کبوتر مرغ بسر، لا اله الا علی اصغر، دشمن هم روان گشت بر اقبال تو، دیده بکشا آمده اما استقبال تو، محرم من همدم من، لا اله الا علی اصغر، گشت خاموش از نوا، همچو بسم الله میزنی روی دستم دست و پا، با تبسم کن تکلم، لا اله الا علی اصغر، گشت خاموش از نوا،
همچو بسمل میزنی روی دستم دست و پا با تبسم کن تکلم لا اله الا اصغر به خود ببال که عاشق و شیفته حسینی و عشق به حسین خیمه همیشه برافراشته در جان توست، خیمه‌ای به وسعت همه هستی، خیمه‌ای به بلندای همه آسمان‌ها و کهکشان‌ها، با خانی گسترده از آتش که تشنگی بشریت را پایان خواهد داد. هرگز مباد بی این عشق زندگی کنیم و بی این محبت بمیریم.